سلام عزیزان، به بازار کشاورزی خوش آمدید. امروز ما بازدید کردیم از مزرعه کلزا. این مزرعه کلزا درگیر آفت شته شده و لازم است که توضیح خدمتتون بدیم. خب این شته مومی که خدمتتون نمایش دادیم و از نزدیک نشون دادیم خدمتتون، یک آفتی هستش که اگر جز آفت مهم گیاه کلزا هستش، اگر ما به موقع باش مبارزه نکنیم، خسارت حاصل از اون در عملکرد ما قطعا اثرگذار خواهد بود. شته بومی بدن گلابی شکلی داره، دارای دو زاده لوله‌ای شکل و یک دم هست و به رنگ خاکستری و تیره و سبز هست. موم سفید آردی شکلی که دارن کلونی هاشون رو میپوشونه. خب این شته ها کارشون اینه، از طریق زایدهای مکنده ای که دارن میان سطح برگ میشینن، شیره سلولای گیاهی رو میمکن به یه نوعی و باعث ایجاد خسارت میشن، دفرم شدن برگ و جوانه ها و ساقه میشن و در مرحله که وارد توی این مرحله گلدهی باشن میان حتی چیکار میکنن، باعث دفرم شدن خود کل گیاه و یه نوعی باعث کوتوله شدن بوته میشن اگه جلوش گرفته نشه. و در مرحله پیشرفته اگر توی این مرحله گلدهی که بسیار خسارتش سنگینه، اگه کنترل نشه در مرحله گلدهی، از تشکیل دانه هم جلوگیری میکنه. بنابراین مبارزه با این آفت بسیار حائز اهمیت هستش. شته های بالدار در پاییز در روی خاک و اطراف طوقه های کلم و کلزا هستن و معمولا حشرات نرم و ماده از هم جدا قابل تشخیصن. بعد ماده های حاصل، حشرات ماده حاصل میان ماده های دیگر به وجود میارن. نرها وقتی جفتگیری میکنن با حشرات ماده، هر حشره ماده به طور روزانه 3 تا 4 تا تخم در روی دنبرگ ها و روی جوانه ها میتونه بذاره. زمستان گذرانی این حشره هم به حالت تخم و حشره کامل در روی گیاه و در روی بوته های کلزا قابل مشاهده هستش. این حشره قادر هستش که تا دمای 14 درجه زیر صفر و همچنین تا نزدیک 35 درجه سانتیگراد و بالای صفر رو تحمل کنه. یعنی دما اگر به 40 درجه سانتیگراد برسه بیش از 2 ساعت رو نمیتونه تحمل کنه. زیر 14 درجه سانتیگراد هم معمولا از بین میره. ما در پاییز بهتر این که برای مبارزه شیمیایی چند تا اقدام انجام بدیم. اما قبل از اینکه ما مبارزه شیمیایی رو بهش بپردازیم، لازمه من چند تا نکته رو خدمتتون بگم. نکته اول این هستش که ابتدا بیایم علف‌های هرز رو کنترل کنیم. مخصوصاً علف‌های هرز هم خانواده کلزا مثل خردل وحشی و تربچه وحشی که شبیه کلزا هم هست، خردل وحشی میزبانای خوبی برای تغذیه این حشره هستن. وقتی ما این علف هرز رو کنترل می‌کنیم، عملاً کمک می‌کنیم که منابع تغذیه‌ای برای این آفت فراهم بشه. پس ما میایم این موضوع رو مد نظر قرار میدیم. از طرف دیگه ما باید اینم در نظر بگیریم، برخی از حشرات گرد افشان مثل زنبور عسل و همچنین کفش دوزک‌ها که دشمنان طبیعی شته هستن، باید سعی کنیم که تو مبارزه شیمیایی به این نوعی از سمومی استفاده کنیم که به اینا هم خسارت وارد نکنیم. از روش‌های معمول، روش‌های بیولوژیک مبارزه با شته هستن. خب تو خیلی از مزارع در بسیاری از کشورها میان کفش دوزک‌ها رو پرورش میدن و در مزارع رها میکنن، رهاسازی میکنن، اونم از شته‌ها به عنوان منبع تغذیه استفاده میکنن و به یه نوعی کمک میکنن که از یک روش تلفیقی همراه با روش شیمیایی استفاده بشه، صرفا از روش شیمیایی استفاده نشه. و همچنین بحث زنبور عسل هم باید مد نظر قرار بگیره. ما اینم باید توجه کنیم که موقعی که بارندگی هست و هوا خنک است، شته‌ها تراکمشون کمتره. وقتی هوای مقدار رو به گرما میره در بهار، معمولا تراکم شته ها بیشتر میشه. با علم به این موضوعات میخوایم همونجوری که به این کشاورز عزیز توصیه کردیم، میخوایم چندین شته کش رو به شما معرفی کنیم. خب ما تو بحث مبارزه شیمیایی اینم در نظر بگیریم که اولا بهترین زمان سمپاشی زمانیه که 20% حداقل مزرعه درگیر شته شده باشه. و اینکه معمولا اینم در نظر داشته باشید که شته ها از حاشیه مزرعه شروع میکنن و کم کم میان کل مزرعه رو میگیرن. شته مومی در مزارع کلزا با یک مرحله سمپاشی قابل کنترل نیست. تجربه نشون داده که قابل کنترل نیست. اولین شته کش
پریمور یا پریمیکارپ هستش، شته کش دوم ایمیدیا کلوپیرالیت هستش با نام تجاری کنفیدور که اینم معمولا 1 تا 1.5 لیتر در هکتار مصرف میشه. شته کش دیگه شته کش تپکی هستش به میزان 2 در 1000 مصرف میشه. شته کش دیگه شته کش متاسیستوکس یا اکسیدومتون متیل هستش که اونم مصرفش 1 تا 1.5 لیتر در هکتاره. و پنجم افوریا هستش. با این توضیحات که خدمتتون عرض کردم، حالا میخوام یه برنامه کلی برای کنترل این حشره از پاییز تا بهار خدمتتون عرض کنم. در پاییز ما میایم بعد از زدن علف کش، تقریبا میشه گفت شاید نیمه های پاییز باشه، 1 تا 1.5 لیتر در هکتار کنفیدور استفاده میکنیم. بعد از اون میایم اواخر زمستان که احتمالاً اسفند ماه باشه، از حشره کش متاسیستوکس یا اکسیدومتون متین میزان 1 تا 1.5 لیتر در هکتار استفاده میکنیم و میتونیم حتی از افوریا هم توی این مرحله استفاده کنیم. مرحله بعدی که این مرحله هست، مرحله گلدهی هستش، مرحله ای هستش که ما بهتره که مخصوصا از حشره کش متاسیستوکس استفاده نکنیم، چون خسارت ساز، مخصوصا به زنبور عسل خسارت وارد میکنه و ما باید سازگاری با محیط زیست برای حشره کش هم در نظر بگیریم. توی این فصل به دلیل آسیبی که به زنبور عسل میرسونه صلاح نیست که از متاس استفاده بشه. افوریا یک کتکش هم جدید هم بسیار پرقدرت و مرغوم به صرفه هستش. میتونیم هم مرحله قبلی، یعنی هم تو زمستان و اواخر زمستان و هم مرحله گلدهی رو از افوریا استفاده کنیم. شخصا اعتقاد دارم که کنفیدور یا پریمور تو این مرحله گلدهی شته‌کشی خوبی نیست و قادر نیست که شته رو، جمعیت کلی شطر رو کنترل کنه. از افوریا استفاده میکنیم. فقط در نظر داشته باشید نکته خیلی مهم، هم در باغات هم در مزارع، ما عزیزان در زمان گلدهی یک محصول محدودیت سمپاشی داریم، ولی یه وقت میشه که یک آفتی مثل شته داره خسارت وارد میکنه، چاره ای نداریم جز سمپاشی. تو این مرحله ما توصیه میکنیم از دستگاه های سمپاشی استفاده کنیم که کمترین فشار رو به گلها وارد کنه و خدای نکرده باعث ریزش گل نشه، چون تمام این تلاشای ما این هستش که این گل تبدیل به میوه یا همون دانه ها بشه و تشکیل دانه بشه و دانه بشه عمل کرده این محصول. یا از پهباد استفاده کنیم. توصیه اصلی من اینه که از پهباد توی این مرحله استفاده کنیم برای سمپاچی، یا اگر نه که از سمپاچ توربینالنر استفاده کنیم که به صورت توربینی سعی میکنه که این دستگاه آفتکش یا شته کش یا حشره کش یا هر سمی که آفت کشی که استفاده میشه رو به صورت پودری پاشش میکنه. و توی بحث پهباد هم میبینید که به صورت از آسمان منتقل میشه و کمترین خسارت رو وارد میکنه. این توصیه ما در رابطه با مبارزه شیمیایی بود. خب ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید.